گروه موسیقی مشتاق به سرپرستی رضا قاسمی کنسرتی برگزار کرد که با استقبال بسیار خوبی روبرو شد. اما نکته جالب اینه که هنرمندان این کنسرت هر یک ساکن کشوری جداگانه هستند و زبان شعر و موسیقی اونها رو به یکدیگه در کنار یکدیگه گرد آورده. محل کنسرت باقی قدیمیه که پیشتر اسباب و مهمات جنگی نظیر فشنگ و بارود در اونجا ساخته می شد. فاصله جنگ تا هنر موسیقی شاید فقط یک نوت باشد. محمد رضا شاهد گزارشی تهیه کرده که با هم می بینیم. کنسرت گروه مشتاق به سرپرستی رضا قاسمی در تئاتر اپدوبوا در جنگل شرق پاریس ونسن اجرا شد و این در حالی که از همان روزهای اول اعلام برنامه تمام بلیت‌ها پیش فروش شده بود. نام خواننده و هنرمندان اعتبار کار بود. جمعیت ساعت‌ها پیش از آغاز برنامه در محل حاضر شدند. رضا قاسمی بیشتر از دو دهه است که در کنار موسیقی به نویسندگی نیز رو آورده. پس ساده ترین پرسش این بود: موسیقی شما را باید دید یا که شنید؟ طبیعتاً موزیک رو باید شنید، ولی خب من چون نویسنده هستم سعی میکنم، یعنی سعیم نمیکنم، به طور طبیعی توی کارام یک جور حالت روایت هست، یعنی نه توی خود قطعات، برای که اصلا موسیقی ایرانی موسیقی تصویری نیست، ولی توالی این قطعات و اون بخشایی که اینا رو به هم دیگه متصل میکنه طوری هست تو کارای من که حس میشه که داره یک ماجرایی رو تعریف میکنه. نمونه بارزش مثلا 15-16 سال پیش موقع که هنوز موزیسیم بودم، نوار سیاوش خانی رو که من بیرون دادم، خب پشت ذهن من این داستان سیاوش بود و داشتم تعریف میکردم. بعد البته یه جاهایی کلیدایی هم هست، مثلا فرض کن اون تهش یهو یه جمع خونی میکنیم دو سه بیت، مثلا زه مرگ سیاوش سیاه پوشد آب کند زار نفرین به افراسیاب، یه دست جمعی میکنیم سه بیتی هست اونجا. خب اونایی که حالا یه مقداری هوشمندن اینا، خب طبیعتا پر یه کلیده دستشون میاد که داستان چی هست. آقای قاسمی، گوشگیری شما اجباریست یا انتخابی؟ انتخابیه. به چه دلیل؟ فکر میکنم وقتم تنگی و با تمام وقتی که باقی مونده صرف کار بکنم. سپیده رئیس سادات نوازنده و خواننده تحصیلات آکادمیک موسیقی و مردم شناسی را در دانشگاه بولوین در ایتالیا انجام داده و میگوید که زن و هنرش در جامعه امروز ایران در کجا ایستاده اند. تو موسیقی ایران به خصوص زنها از دوره ساسانی ما نقشای زیادی داریم که میبینیم چقدر تو موسیقی ما اهمیت داشتن. از چنگ نوازای دوره ساسانی توی از نقش برجسته طاق بستان میبینیم، از افسانه ها نقاشی که از آزاده داریم یا آزادوار چنگی که چنگ نواز دوره ساسانیان بوده و تو اسطوره و توی افسانه های ما بودن و حضورشون بسیار پررنگ بوده. و در قرن پیش داشتیم ستاره بزرگی مثل قمر رو داشتیم تو آوازمون و همیشه زنها بودن تو موسیقی ما، ولی خب الان به هر حال اون نقش رو نمیتونن توی موسیقی اون داشته باشن و ظاهرا نمیتونن داشته باشن، ولی به هر حال جدا از موسیقی ما نیستن، چون که موسیقی ما با در واقع آواز نقش خیلی مهم میداره، اونم به دلیل اینکه ادبیات توی موسیقی ما. من
حذف کردن خانوم ها در آواز ایران مثل اینه که یه رنگ رو از طبیعت بگیریم یا یک فصل رو حذف کنیم، سبز تو طبیعت نباشه، به هر حال خیلی لطمه میزنه. ولی همچنین هست توی افسانه ها، یعنی این که رنگ وجود خانم ها بوده همیشه و نمیشه حذف، چیز غیر قابل حذف کردن از موسیقی ما. ولی در این حال چیزی که خیلی جالبه اینه که خانم های زیادی هستن، به هر حال دارن آواز میخونن، ممکنه به شکل روی صحنه نخونن، ولی من شاهد بودم که از 9 سالگی که شاگرد خانم پریسا بودم توی کلاس و تعداد زیادی هر هفته آدم میومد و میرفت اونجا، ردیف آوازی رو میخوندن 10 سال 15 سال بدون اینکه روی صحنه برن. و این مشخصا علامت اینه که نشونه اینه که یک اتفاقی هست، بله، و یک اعتقادی هست که خانم ها سعی میکنن که اینو دست ندن. برای شما موقعی که میخونین آواز و موسیقی میاد به سراغ شما یا شما میرین به طرف موسیقی؟ فکر کنم یکی میشیم، هر دو میریم طرف هم و یه به هم رسیدی وصله در واقع. هنرمندان نوازنده جدا از رضا قاسمی و خانم سپیده رئیس‌آداد، بابک مایدین، آیدین بهراملو و جاوید یعقوب‌زاده هستند. راز و رمز در موسیقی ایرانی بسیار است و این حتی دلیل و نحوه ارائه. و حالا صحنه‌هایی از آخرین تمرینات گروه مشتاق با دوربین لوکاتوآ.